ای داغ از قلب پریشانم چه میخوایی، ای جای زخم کهنه از جانم چه میخوایی، دریاچه خشکید در آغوش خود دارم، باران سرخ از ابر چشمانم چه میخوایی، ای وای از این، ای وای از این از دست دادن ها، ای مرگ از جان رفیقانم چه میخوایی. فاطمه جان، این روزها بیشتر از هر روزی دلتنگتم. فاطمه، 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 این روزها جای تو در کنارم بسیار خالیه. مسعود پزشکیان، مسعود پزشکیان، یک راه بیشتر نداری، پناهگاه مردم باید بود. فاطمه جان، میپرسی چرا غمگینم، چرا نگرانم، از چی رنج میکشم؟ فاطمه، تو بهتر از هر کسی منو میشناسی، تو بهتر از هر کسی میدونی امروز چرا وارد این راه سخت و جانکاه شدم. بله، میگم جانکاه، و تو فاطمه میفهمی چرا. گر حکم شود که مست گیرم، در شهر هر آن که هست گیرم، همه رو باید بگیرم، چون ما داریم زور میگیم. حالا سهم من در جای خودش، سهم روحانیت محترم در جای خودش، مسجد در جای خودش، صدا و سیما در جای، همه باید بیان پاسخ بدن. فاطمه، امروز چقدر جای تو در کنار من خالیه. کاش در این روزها که این پیمان بزرگ رو بستم همراه هم بودی فاطمه. امروز که عهد بستم همه رنج ها و امید های مردم کشورمو بذارم رو دوشم و قدم در راه بگذارم، تو میدونی فاطمه که چه سخته، چه سنگینه این مسئولیت، این که تمام رنج ها و انتظارات انباشته یک ملت رو دوشت سنگینی کنه، این که چشم آخرین امیدهای یک ملت به تو باشه. به تو که چه کار میکنی براش؟ فارو میزنم چقدر داره چهار ستون بدنم میلرزه، قلبم اما نه، نمیلرزه، قلبم محکمه، قرص و محکم، مثل همیشه که تو میدونستی وقتی پای چیزی در میون باشه که بهش ایمان دارم قلبم دیگه نمیلرزه. در تمام اون سالهای عشق و آرمان و ایمان دوش به دوش هم جلو می رفتیم، تو می دونستی سرمایه من صداقتمه و عهد و پیمانم که برام از هر چیزی مهمتره. فرصت جواب دادنم نیست، چهار نفر در مقابل یه نفر، یه مقدار پنج دقیقه در مقابل 20 دقیقه، یه مقدار جای بحث دارم. امیدوارم این برادر رو تا آخرم بمونن که اشکال نداشته باشه.
یادت از فاطمه جان که میگفتی مسعود سرش بره حرفش بر نمیگرده؟ حالا این حرفای من فاطمه جان، حرفای من و عهد و پیمانم با تو، با بچه ها، با همه بچه های ایرانی و با مردم ایران. فاطمه چقدر رنج میکشم و قلبم فشرده میشه از این که میبینم باید درباره چیزهایی با مردمم عهد ببندم که حق طبیعی اوناست، حق قانونی و شرعی اوناست. فاطمه جان چرا باید عهدم با مردم این باشه که عهد کنم نانی که از سفره مردم بیرون رفته رو به سفرهشون برگردونم؟ هیچ وقت به شما دروغ نگویم، هیچ وقت. آمینم که دختران و خواهران و مادران ما رو که در برخوردهای غیر منصفانه در خیابانها باشون برخورد میکنم، جلوی یه چنین رفتارهایی رو بگیریم و یک چنین کاری رو نذاریم انجام بدم. قوم میدم که صدای کسانی باشم که صداشون رو کسی نمیشه. قوم میدم که دانشجوها و اساتیدی را که بی خود از دانشگاه بیرون کردن اجازه یه چنین کاری رو نذارم بدن. قوم میدم که مناطق محروم رو، کشاورزان رو، کارگران رو، همه آن کسانی رو که تو این مملکت زندگی میکنن پیگیر مشکلات و دغدغه ها و دردهاشون باشم. هیچ وقت حق مردم رو قربانی موقعیت ها و سیاست ها و جناح بازی ها نکنم و نخواهمم کرد. من با محرومینم، من تمام توان و قدرتم رو در استخدام خدمت به مردم عزیز کشورمان در سر تا سر ایران، نه در نقطه‌ای، نه در دوستانی و نه در جایگاهی، برای همه آدمایی که ادعا میکنن ما نخواهیم گذاشت شما رئیس جمهور بشید، مردم شما جواب اونها را خواهید داد که ما با قدرت خواهیم ایستاد، با قدرت خواهیم ایستاد. و این تمامیت خواهی که تا حالا دلشون میخواد هر کسی رو حذف میکردن، شما اگر در صحنه باشید نخواهند توانست این کار بکنن. فاطمه جان یادته؟ آرزوی تو این بود که جوانان که به خاطر بیمهری ها، فشار ها و تبعیض ها قهر کردن یا فکر مهاجرت هستن به آینده امیدوار بشن. حالا من عهد میکنم که به این بیمهری ها و فشار ها پایان بدم. هیچ فردی تو این مملکت حق ندارد خلاف قانون عمل کند، حتی اگر رئیس جمهور باشه. امر ما این نیست که در کشور ما رانت و رشوه و مشکلاتی باشه که الان باش درگیری. باید سیستم ما بتواند با کیفیتی بالا، با قیمتی مناسب و با عدالت در اختیار مردم قرار بگیره. ما قرار بود در 1404 در منطقه اول بشیم. ما قرار بود در حقیقت مسکن مردم رو درست کنیم. پناهگاه مردم باید بود، نه دام مردم. حزب من، گروه من، دسته من، جناح من، حالا یه بار چپ شده، یه بار راست شده، یه بار وسط شده، همه اینا بوتایی است که بر خودمون ساختیم. این وضعیت زاییده رفتار و کردار ما، این بتکده رو زیر و زبر باید کرد. فاطمه جان یادت ما، من و تو چقدر احساس شرم میکردیم از اینکه نحوه حکمرانی باعث شده که یک معلم، یک کارگر، یک کارمند تحقیر بشه و فرو بتاشه. فاطمه جان من عهد میکنم با تمام وجودم معیشت و زندگی قابل احترامی برای همه مردم زحمتکش فراهم کنم که دیگه هیچ معلم و کارگر و کارمندی تحقیر نشه. Thank you.
آزاد، راه، تبعیز، این عوامل به هم زدن این اقتدار و این عزت هم. و ما با قدرت جلو فساد و تبعیز خواهیم ایستاد. امیدوارم با حضور شما ما رو تو این اقتدار به دوباره مملکت برگردونیم. آمده ایم که همه ایرانیان حق داشته باشند، حق انتخاب، مخالفین ما حق داشته باشند، بتوانند با ما مخالفت کنند. اساس سیاست این نگرش این است که زنده باد مخالف من. لذا ما به کسانی که دیروز پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند تمام قد احترام می‌گذاریم. به کسانی که دیروز به نامزدهای دیگر رأی دادند با تمام وجود احترام می‌گذاریم. به دوستانی که دیروز در پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند اعلام می‌کنیم که شما آنچه را که احساس می کردید درست است انجام دادید. آفرین بر شما. امروز اما روز دیگری است. امروز روزی است که ما به سمت یک تعیین تکلیف تاریخی به پیش می رویم. امروز روزی است که تا پایان هفته ما می توانیم یکی از دو مسیر را دنبال کنیم. اجازه ندهید به شما بگویند دولت سوم این یا دولت سوم آن. اما امروز روز تصمیم گیری است. در تصمیم گیری دچار دغدغه نخواهیم شد. در تصمیم گیری دچار شک نخواهیم شد. در تصمیم گیری خیال نخواهیم کرد که می توانیم با رأی ندادن کاری بکنیم. عمل انقلابی، عمل آزادی خواهانه رأی دادن است، نه رأی ندادن. سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل گل گل، آفتابو میکارن. ایران برای همه است، برای یه گروه و یه دسته و یه جناح نیست. باید این رو بپذیریم. آیا انتخابات الان محلی از اعراب داره؟ آیا جامعه به چیز یا پدیده‌ای به اسم انتخابات توجه داره؟ ولی وقتی کسی هست از جنس خود این مردمه، برای دختر همین مردم به نام ژینا اومده اعتراض کرده، برای اتفاقات رخ داده ناراحت شده، خودش رو در حاشیه ندیده بلکه خودش رو هم جزوی از مسببین و مقصرین دیده، آدم نمیتونه نسبت به این موضوع و به این شخص بی‌تفاوت باشه. مسعود پزشکیان اگر رئیس جمهور بشه، من صادقانه به شما میگم ملت، کسی خواهد بود که اجازه نخواهد داد به آسانی فرزندان این سرزمین جونشون را از دست بدن. کوچه‌لر از سرد میشن یار گلنده تو زمان ما.
فرزندانی دارم که بزرگترین آرزوی من خوشبختی فرزندانمه که بتوانند خوب زندگی کنند. و یک مادری دارم که دوست دارم فرزندانم در کنار این مادر و با این مادر همیشه در رفاه کامل باشند. این مادر ایران من و ایران ماست. برای اینکه فرزندان من بتوانند در ایران من و ایران ما خوب زندگی بکنند، باید امید به آینده داشته باشند. این امید وقتی محقق میشه که ایران ایران بماند و ایران ویران نشود. سرزمین ما روزهای سختی رو پشت سر می‌گذرونه. تورم لجام گسیخته، رشد پایین درآمد ملی، فقر گسترده و فساد و بیکاری جوانان، به خصوص جوانان تحصیل کرده و به طور خاص بانوان این کشور، شرایط بسیار سختی رو برای مردم شریف ما فراهم کرده است. به گمان من دولت آقای پزشکیان میتواند ما رو از وضعیت نابسامان فعلی که نوعی سیاست زدگی بر اون حاکمه و ناامیدی در اون موج میزنه نجات بده. مسئله نیستند. ما مسئله نیستیم. ما تهدید نیستیم. ما حتی فرصت هم نیستیم. ما عنصری از عناصر جامعه نیستیم. ما خود جامعه هستیم. ما زنان ایرانی مسیر سنگلاخی رو طی کردیم. مسیر پیش رو هم مسیر آسانی نیست. ولی در نگاه به پیش رو و نگاه به پشت سر میتونیم با هم توافق کنیم که فرق میکنه چه کسی رئیس جمهور باشه. زندگی داشته باشن، زندگی بکنن. هنرمندان میخوان کار هنری بکنن، فیلمسازان میخوان فیلم بسازن، کسانی که اهل اندیشه و فرهنگن میخوان در جهان زندگی فرهنگی، حیات فرهنگی آزاد و پویا و متکثر خودشون رو داشته باشن. ما امیدواریم که از طریق این نتایج این انتخابات دولتی باشه که با این جهان زندگی فرهنگی مردم، حیات معقول به حیات هنری و فرهنگی مردم آشنا بشه و با اونها همراهی بکنه و از اونها حمایت بکنه، به جای اینکه اونها رو محدود بکنه و یا در محتوای کارشون بخواد دخالت بکنه. در همین یکی دو روزی که از اعلام نتایج مرحله اول این انتخابات گذشت، بعضی از دوستان من، همکاران من که در مرحله اول انتخابات شرکت نکرده بودند، تصمیم خودشون رو اعلام کردن برای اینکه در مرحله دوم این انتخابات شرکت کنن. وقتی که من از اونها میپرسیدم که خب چه چیزی باعث میشه که شما نظرتون رو در مورد مشارکت در این انتخابات عوض کنید، استدلال‌های متفاوتی رو میشنیدم. یکی از اون استدلال‌ها این بود که ما در آستانه فاجعه ایم. تا قبل از این انتخابات من هم جز 60% قهر کنندگانی بودم که ایفای حقوق ملیشون رو از طریق صندوق انتخابات نمی دیدم. اگر الان پشت پزشکیان می ایستم، به خاطر اینی که خطر اصلی رو درباره ایران و درباره احتمال فروپاشی همه اون چیزی که داشتیم و داریم احساس میکنم. به نظر من وظیفه اصلی پزشکیان احیای طبقه متوسط هست. احیای طبقه متوسط کمک میکنه به ایشون که همه اون شعارهایی رو که دادند و به نظر من از سر صداقت بود ایفا بشه. تخصصگرایی،
از دل طبقه بیشتر از همه از دل طبقه متوسط در میاد و بیشتر از همه اگر این تخصصگرایی به مرحله عمل برسه میتونه حقوق همه محرومون و حقوق ملی ایران رو تأمین بکنه. وقتی با نوجوانها و جوانها صحبت میکنیم دلشون میخواد بعد اتمام تحصیلشون از ایران برن. اکثرشون آرزوهاشون رو بیرون مرزهای ایران جستجو میکنن. وقتی با دختران و زنانمون صحبت میکنیم و پای درد و دلشون مینشینیم اونها هم آرزوهاشون رو بیرون مرزها دنبال میکنن. اونها دلخورن از تبعیضاتی که توی مسیر شغلی، درآمدی و خیلی از مسائل دیگه دارن. لایحه هایی مثل لایحه حجاب و عفاف به مجلس میره و نتیجهش تنها شکاف اجتماعیه. این مسیر به وحدت و انسجام ملی نمیرسه. من به مسعود پزشکیان رأی میدم. از استاد محمد علی موحد تا استاد همایون کاتوزیان تا استاد معصومی همدانی، از محمد خاتمی تا ناطق نوری، تقریبا همه نهادهای سیاسی طالب تغییر و اصلاح در داخل کشور چرا دعوت میکنن؟ برای اینکه در این یک هفته ما هرچه میتوانیم برای بسیج رأی به نفع دکتر پزشکیان انجام بدیم. تیم ایشون الان قدرتمند شده، بهترین فرماندهان اقتصادی، بهترین فرماندهان سیاست خارجی با ایشون دارن همکاری میکنن. به نظر میاد که در حد ممکن تواناترین ها بسیج شدن. برای اینکه ایشون که الان نامزد بسیار خوبی است برای گشایش در حد ممکن و عدالت در حد ممکن بتونن رئیس جمهور بشن و رقیبشون که از نظر حامیان میتونه ریاست جمهوریشون بسیار خسارت بار باشه واسه زندگی 85 میلیون ایرانی برای 8 سال، برای اینکه ایشون بتونن رئیس جمهور بشن این روزها رو باید دریافت. برای همین کسانی در سطح افرادی که گفتم بسیج شدن و دارن دعوت میکنن از ما توجه داشته باشیم که رقیبی جز خودمون نداریم. معترضان هم باید توجه داشته باشن که الان آقای دکتر پزشکیانه که صداشون رو شنیده و دکتر پزشکیانه که با حمایت ما و چنین تیم قدرتمندی و رأی شهروندان میتونه شرایط رو به سمتی تغییر بده که پاره ای از این مطالبات پاسخ داده بشه. تنگ شده؟ گفتنش ساده نیست. صدای همه بی صدایانی باشم که این سالها صداشون شنیده نشده. میخوام کمک کنم که ایران واقعا برای همه ایرانیان باشه.
راه ما راه در راه بهروزیست، اتحاد اتحاد رمز پیروزیست، صلح و آزادی جاودان بر همه جهان خوش باد، یادگار خون عاشقان ای بهار ای بهار تازه.